آشا که من به موسم گل ترک می کنم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، ها نی پسر بکوش که روزی پدر شوی. اول که است شما یک ساله که می خواهید دنیای دل داخل شد، باید نفس معرفتش را پیدا کنه. بیایید بیایید به میدان خرابات. بهر خوردن هیچ چیزی ندارم هم وطن، کودک یک ساله دارم، می خری؟ شب همه بخیر باشه هموطنان عزیز. امشب اومده ما کلبه دلارام و کارتی سه. دیگه اینجا گپا و سخنا زیاد است. اینجا دوستا وقت آمدن برنامه را آماده ساختن. ما دیگه امروزشان میریم کمک شویم. گپای دیگر هم انشاءالله در برنامه می داشته باشیم. شما هم بیاین به این کلبه سر بزنین و غذاهای لذیذ نوش جان کنین. آشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم و کارو کی کنم. سلام و شب همه بخیر، شب هموطنهای عزیز نازنین. برنامه شبهای کابل است، قسمی که شما در تصویر در شروع دیدین که یک زمزمه، یک توله بسیار دلنشین از عزیز دل ما شنیدین. شب ما آمدیم در این کلبه و چند لحظه خواستیم یاد خاطرات داشته باشیم. خب دوستا، امید برنامه را که براتون آماده ساختیم مورد توجه شما قرار بگیره. شما هم دق نبینید، مهمانای عزیزم پیش از اینکه ما بیایم وقتی اینا آمدن دیگه. سیار جان است، یکی از رسامای بسیار لایق رسیده، همکار عزیز ما همچنان است. نگاه صاحب، شریف نگاه، در اواخر شما برنامه‌اش را تعقیب کردین، دیدین که چه خوب شعرهای میهنی و وطنی میگن. و همچنان ایواز آقا که هم از اهل دل هستن، هم سخن دارن. دیگه قربان بخیر باشین. دیگه همچنان مهمان دیگه ما که چه خوب نواختن، اما اینجان نازنین. امید تا پایان برنامه ما را دنبال کنین. امشب ما گفته هایی داریم در این برنامه و میخواییم در اول از شریفی صاحب بشنویم. سلام. علیکم سلام. به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت تمامی بیننده های که آریانا نیوز و اینا را تعقیب میکنن. امید است که جور صحتمند و سلامت بخصوص شبهای کابل، بخصوص برنامه زیبای شبهای کابل دیگه در خدمت قرار داریم ماسم عزیز که انشاءالله بسیار خوب پیامی داشته باشیم که به دوستا الهام بخش باشه. سیار جان شما هم خوب هستین؟ سلام هستم. بخیر هستیم. سیار جان امشب بر ما یک کلبه بسیار فقیرانه یا چی میگن غریبانه جور میکنن. نام خدا دیگه یکی از همکارای بسیار نازدانه ما هستن، دوست خیلی نزدیکم. سیار جان چی را در اسامی دارین؟ در نخست سلام خدمت تمام دوستایی که بیننده برنامه شبهای کابل هستن. یک کلبه خیلی قدیمی و کوچک، کلبه تنهایی برای دوستا خواستیم کار کنیم. خودت هم تو تنهایی را خوش داری دیگه؟ دقیقاً. بسیار خوب. ازدواج خو کردی؟ خواه. ایواز آقا اهل دل، از اینا مشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه من خودم معرفی کنم یک شعر میگم. اول از روی ادب ای گل خوشبو سلام، دوم از روی محبت دارم به تو چند پیام. خدا کنه که پیامای ما الهام بخش باشه و شما چیز گفته باشه. اما اینجان دیگه خود صحبت میکنی؟ صحبت دوانه دیگه چی صحبت کنیم؟ خود همه صحبت ها همراه شما شیرین هست. قربان قربانتان. اما اینجان بازم بر ما یک نغمه بسیار همه تو زیبا را می نوازن و می خواهیم یک شعر از عزیز دل داشته باشیم که دوستا یک چیز فراموشم شد که رفیقای ما
در این کلبه همه تو دوستانه بگویم دلارام کباب هم برای ما آماده کردن که در جریان برنامه باز کم و بیش رفیقای ما میتونن نوش جان کنن. دوستا کل ما سر و پا گوش میشیم، امید برنامه که براتون آماده ساختیم خوشایند باشه. بسیار عالی، یک چک چک داشت دیگه. بسیار عالی. خود فضای تولک است شریف صاحب. نگاه صاحب باش که تخلص شما را حاله اشتباه نگیرم. یک حال هوای دیگه داری یا هنگ آرام هم بود دیگه. یک کلگی را برد این رفیق ما مونه کلبه را بیخی رفته داخلم کلبه دیگه داخل کلبه است بیرن تا بخیر آماده شد. خب از شریفی صاحب دوستای عزیز دیگه قسمت یک شعر بسیار زیبا مشنویم. انشاءالله که دوستا دق نبیرن دیگه در برنامه. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، ها نی پسر بکوش که روز پدر شوی. به به بسیار ادامه هم داره البته. بسیار مقبول. گر بر سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بلا که از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک واهوا داشت. بسیار عالی، خیلی جای مقبول ختمش کردین. حالا برای ما ایواز آقا میگه که امی اهل دل کدام مردم است؟ صوفی اهل دل. تشکر از این سوالت فیصل جان. بسیار یک سوال بالا هم است. اهل دل من شناختنشون مشکل است. و ما شما بسیار یک شعر بسیار جالب شنیدیم در کتاب ها در مکتب ها. دل به دست آور که حاجی اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا ما که دنیای دل میگیم، فکر کنه که شما یک دفعه گل یاد میکنید در باغ. فضای دل فضای عاشقانه است و عشق است در خود دل، جایگاه عشق در دل است. و بسیار جالب است که این سوال از سطح ما بالاست. خب بازم چیزی که داریم اموره انشاءالله تقدیمتان میکنم. بسیار خوب. انسان چطور میتوند اهل دل شوه؟ دل لایتنایی است، خدا مسموش ذاتش لایتنایی است. خیلی پس ما در یک چیزی دست میزنیم که از عقل بالاتر است. شما تصور کنه عقل در پیش دل. این بعض شاعرها است، بعض عرفا است که عقل بالا میدانه، بعضی کسا عشق بالا میدانه، بعضی کسا دل بالا، بعضی کسا مثل علامه اقبال اردوش یک جا ذکر میکنه آشتی میپرته بینشان. اما در حقیقت که ما شما بسنجیم دل دل است، دل دل است، عشق در دل است. شما کدام وقت دیده باشیم این پیسکارتا را تیر در قلب خورده؟ عشق در دل است. و پیش از اینکه ما در عشق برسیم ده مرحله هفت مرحله را طی میکنی که تو در محبت میرسی. افراد در محبت باز در وجود در عشق میرسی و عشق در دل است. این طورم نیست که ما بگویم عالم دل رسیدیم، بعد از عالم دل عالم روحانیت میاد. شما اگر دل مثل یک دایره حلقه کنه، نیم دایره ازی در عالم روحانیات است، نیم دایره ازی در عالم نفس است. و خود دل از یاتر میگن مومن آینه مومن است. دل ما مثل آینه است. اگر شما متوجه باشید بعضی کسا میگه دل ما آینه است. خی آینه هیچ وقت دروغ نمیگه. اهل دل هیچ وقت کلام دروغ، کلامی که باشه که در او کدام طرف دیگه بره، هیچ وقت در شان از این نیست. چون مکتب دل مکتب پاکی است.
مکتب دل مکتب عشق است، احساسات است، مکتبی است که عقل گوید که شش جهت عدست و راه نیست، عشق گوید که راهی است من رفتم بارها. عقل گوی وقت یک کمی نور داره میتازه خدا که مست و مست و مگم در مقابل دل هیچ چیزی نیست. دل و دلبر به هم آمیخته بینم، ندانم دل کی و دلبر کدام است. واه واه. تا به اون مرحله من اصلا اول خودم لایق همچون مجالس هم نمیدانم، کمتر از همچون مجلس ها هستم که جای اهل دل باشه و اهل فنا و روح و خدا و اینا، ولی از همیشه از جمله کمترین هایشان بودیم و می باشیم، اما تلاش خدا می کنیم که بتانیم از جمله کسایی باشیم که خدا خواسته که گفته و در قرآن عظیم الشان گفته ولقد کرمنا بنی آدم، ما تاج کرامت بر سر تمام فرزندان آدم صفی الله نهادیم. کل آدمای روی زمین ولی گفت، ولی خداست. اما این که کسی مرتبه خودش را نمیفهمه، کسی در غفلت میره، بله کرامت است، اما او بره دنبال کرامت، بهر کار ساختن مهرش را اندر دلش انداخت، اندر دلش انداخت دیگه. نال او باز بره اون مو، اگر صاحب دل است میخواد بره دیگه، بره به طرف مرتبه خود، بی پیر به خرابات مرا. در این قسمت دوستا باز هم میخواییم یک اجازه باشه، یک طوله بسیار شیرین بشنویم از دل. میگه سخنه که از دل بخیزه به دل میشینه. دیگه انشالله که برنامه رفیق ما در کجا رسان کلوه را بخیر آماده شده که بیایم یک برنامه داشته باشیم. خب دوستا این کباب هم آماده نمیشه، نمیفهم که چی قصه داره، قصهش طولانی است، مشنویم. شا جنانه. خب نگاه صاحب، یک رقم در برنامه یک ذره دقیق آوردین، من فکر میکنم یک میزک اگر برای ما بیارین. ما والا میخواستم بگویم که شهریاران بود خاک مهربانان این دیار، شهریاران بود خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهریاران را چی شد. این کابل زیبا، کابلی که صوفی اشقری داشت، مردی که از شست پا تا فرق سر جز عشق خدا چیزی نداشت. کل متایش میسنجیدی که در دکانش بود هیچ چیز نبود. بازم که پارسا ما را مقمر گفت، نه بلا راست گفت ما متای هر دو عالم را به یک دو باختیم. هیچ درس نخوان، اما شاعر زبردست افغانستان. در ضمنش شما برین شاید دو شمشیره علیه رحمه را ببینین، ای در شهر کابل چه مردای چه کاکه های، در یک منطقه یک مرد عیار کاکه می بود سونه ناموز که از چپ سیل کده نمیتاله. کاکگی از اونها میگرده از اونها بود، بله. تا غنی نسواری و دگه و دگه و غیره، خیلی مردا و عیارا و کاکه هایش. و می شکل ای هر شهر ما، هر ولایت ما پر از مردا و عیارا و ولیای خدا. بشک شما برین مزار شریف که چه مردای اوجه خوابیده، برین جا قندار برین که چه مردای است، برین در هرات خواجه عبدالله انصار را ببینین، بوی مولانای جامی میای از اونجا، برین در بلخ حضرت مولانای بلخی سلطان العلماء، و بیاین پنشیر چه مردای بزرگی. بابا میرفقیر پنشیری مردی بود که 13 سال در غار کود در آمد دیگه اید نبر آمد. امشب دلم شده که در این هوا ما هم بر شما یک زمزمه کنم، مگر مای که برمه بته، حالا میخواییم خودم یک دو دقیقه هنر نمایی کنم. امیدوار هستم که خسته کن تمام نشه برای دوستا همچنان. بیایید به میدان خرابات، مترسید زوریان خرابات. گلون دیگه کمه. همه مست درآید در این قصر بیاید، همه مست درآید
در این قصر بیای که سلطان سلاطین شده مهمان خرابات. بیایید بیایید به میدان خرابات. شهنشاه شهنشاه یکی بزم نهاده، بگوید بگوید برندان خرابات. بیایید بیایید به میدان خرابات. من میگم زنده باد زنده باد. مگم خرابات مگم خرابات یعنی کسی که خرابه خرابه آباد میکنه. اونمو مردمایی که وضعیت خراب یک مملکت بگیرن آباد کنن، اونمو وا خرابات خرابات هستن. اگر نه که نکنن دیگه خرابن در خراب هستن. قربانتان. همو قصه اهل خرابات هم همیز که میگه بیاین حال شما در اهل دل ببینین در این مجلس که فضل و کرم خدای پاک ها شما دلتان آباد شوانی با آبادی دل برسین. خودت استاد نوشجان نکدین که بود؟ باور کنین هر باری که دست خدا بردیم طرف کباب، یک بار کودکای یتیم بی بضاعت افغانستان به یادم آمده و باز پس خودم به خودم لعنت کردیم که اگر بخوری لعنت میشه. خودم به خودم میگم نه نه، اونا که میخورن اونا کارشان از ما بالاتر است. پیش خدا خب ما از اونمو جمله کسایی هستیم که باید کوچه به کوچه بگردیم. مسئولیت ما یعنی اینا خب مسئولیت خانه خدا دارن. اینا در اونمو جمله مردمایی هستن که الکاسب الحبیب الله. اینا او از اون شکل حبیب خداست. کلش خودت دوستایی که خوردن که شما برای کسب روزی حلال با برهنه میگردین. ما برای مسئولیتی را داریم که کی گرسنه است. دوستا شاید بفهمند که ما به این مسئولیت داریم و به می خاطر نتانستم. من بیا انشاءالله نیره نوش جان که دلت خاطر جمعه تو خدای متعال از روزی رزق کل اگیره میرسانه. ایت که از گشنگی نمورده. اما ما چندین گرسنه را دیدیم. او خواست بدون شک نیره شما نوش جان کنین. خیر است که باز ما متاثر میشیم. ما خوردیم شما نخوردیم. اینال میخورم نوش جان. خب یک آهنگ دیگر هم میشنویم دوستا. خب دوستای عزیز، آهسته آهسته رسیدیم به پایان این برنامه. امید که برنامه را تقدیمتون کردیم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. از سیار جانم عزیزم سپاس که یک کلبه بسیار فقیرانه و مقبول و خیلی دوست داشتنی جور کردن در فضای دنیای خود مرد خدا. و همچنان از استاد بسیار عزیز و نازنین هم تشکر که تشریف آوردن. در این مورد من یک شعر میگفتم بسیار خوشم آمد. گرچه من خودم هم برای کل دوستا معلوم است که کم کم در خط و رسامی چیزا دست رسی دارم و انشالله آواده میتونم در این ملت خود بیشتر استاد کباب نخورد. باید خدمت کنیم مویش و مرکز در مرشته خود. یک کتاب از بنام خط برتر گیرم و استازم استاد جان انشالله در این وقت هم برایه. و یک شیر در مورد ازی میخواستم برات بگویم. میگو در کاخ بلند خبر عشق مجوی که سعادت همه در کلبه درویشان است. قربانت. و اما این جانم از خودت هم تشکر دیگه. بخیر باشی. بخیر باشی دیگه دوستا. و در ختم یک شیر امو یک شیر را من چند وقت پیش در فیسبوک دیدم از خود شما میره. میخوایم داخل بشنویم و برنامه را ختم کنیم. کدام چند تا گفتیم؟ فرش کهنه دارم میخری؟ این شعر اصلا از آقای غلام صدیق ثانی است. باز یکان تصحیح و تورا در بینش آوردیم. البته خود ماشنایی نداشتیم امرای ثانی صاحب. وقتی که شعر در دسترس من قرار گرفت باز این یکان تصحیح که در بینش آوردم که باز گل کرد برآمد. بعد از او باز اونا خبر شدن
باز تشکری کرد و گفت تصحیحش هم درست بود، کل چیزاش بهتر تر شد دیگه. بسیار خوب. و حالا میخوایم یک کمش بشنویم. خب خدا کنه باز هم یادم بیاد. فرش و ظرف کهنه دارم میخری؟ فرش و ظرف کهنه دارم میخری؟ جفت کفش کهنه دارم میخری؟ بهر خوردن هیچ چیزی ندارم هموطن، کودک یک ساله دارم میخری؟ واقعا دردآور است دوستا. خب خدای پاک رحم کنه. سپاس فراوان از استاد گرامی، از ایواز آقا درویش صاحب و از هماینجان نازنین و از سیار نازنین و از شما هموطنهای نازنین. شب و روزتان بخیر دیگه. امید که در کلبه‌های گرم و صمیمانه‌تان همیشه با اشتیاق و با محبت زندگی کنین. فردای بهتر از امروز بر همتان آرزو میکنم. از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین. الله یار و مددگارتان تا شب‌های بعدی.